سلام دوستان وقتتون به خیر باشه اتفاق قابل تعملی در حال رخ دادن هست که در گزارش پایگاه ها و های غربی داره خودش نشون میده این اتفاقات این هست که هر چی داریم میریم جلوتر و اتفاقات فلسطین و اتفاقات غرب و آسیا داره بیشتر میشه به تنش نزدیکتر میشه به جای اینکه درباره فلسطین صحبت بکنن دارن درباره ایران حرف میزنن من فکر میکنم که ما اگر عملیاتی که در پاکستان داشتیم در عراق داشتیم در سوریه داشتیم رو فاکتور بگیریم بیرنگترین و بی گروه در, در منطقه غرباسی در مسئله فلسطین به در حوزه نظام ایران بوده اصلا کاری انجام نداره کجای داستان بودیم ما به ما چه ربطی داره اینا درگیرن اینا دارن عملیات میکنن چرا درباره ایران داره صحبت میشه نه بحثی که اینها بهش رسیدن این هست که ما فهمیدیم که فرمان در منطقه غرب آسیا بعد از چهر سال تنش که با ایران داشتیم از دست ما خارج شده. گاردین گزارش نوشته این گزارش فوق العاده است. ایران و آمریکا رو شبیه به دو تا کشتیگیر تعریف کرده که این دو تا کشتیگیر در یک توشک با هم درگیر شدن، با هم مسابقه دادن و آمریکا فاتح میدان بوده. آمریکا از همون چهل چند سال پیش که بازی رو شروع کرده فاتح میدان بوده. اومدن گفتگو کردن، گفتگو کردن. حالا تو زمین دوشک بخوایم در دوشک کشتی بخوایم در نظر بگیریم، اینا با هم مقابله کردن و این به خودش اومده میبینه که در بین هوادارانش عربستان کنار اینه دیگران کنار اینن چینی که در فرامنطقه بوده نزدیک شده به این زمین روسیه نزدیک شده به این زمین آمریکا افتاده بیرون آمریکا از بازی افتاده بیرون میخوایم بریم گزارش بخونیم ببینیم که امروز منطقه رو آنهایی که سالیان سال نگاهشان استعمارگرانه بوده سالیان سال تلاش کردن ایران رو تضعیف بکنن که بتونن در حوزه تمدنیش در عراق و سوریا و دیگر نقاط بذار جمله رو اصلاح کنم حوزه تمدنی مشترکش با دیگر ملت ها بتونن حضور پیدا بکنن اینها الان امروز منطقه رو چگونه میبینن ابتدای گزارش رو برای شما میخونم در ابتدا اومده به یک مسئله اشاره کرده گفته که آمریکا حملاتی رو علیه دوستان ایران در منطقه شروع کرده در حالی که ما شاهد منطقه هستیم اون هم منطقه که میبینیم قدرت مسلطش دیگه آمریکا نیست دیگه مصر به عنوان متحد غرب نیست عربستان سعودی نیست اسرائیل نیست بلکه ایرانه دیگه قدرتمند اولش ایرانه اینا هیچ کدوم نیستن میگه نفوذ آمریکا کاهش پیدا کرده ایران روسیه و چین به عنوان متحدانش اینجا دارن ائتلافی رو تشکیل میدن و فعالیت میکنن میگه آمریکا حملات هوایی رو با کمک انگلستان علیه یمنی ها شروع کرده که تحت حمایت ایران هستن میگه این یک اتفاق ترسناک معروف محسوب میشه چرا به این میگه اتفاق ترسناک میگه وقتی که تو حمله کردی علیه یمنی ها این نشون میده که سیاست های غرب در منطقه به نتیجه نرسیده و شکست خورده که تو چاره پیدا نکردی جز این که بری به سمت حملات این شکلی میگه یعنی ده ها سال تو در این منطقه تلاش کردی هر اقدامی انجام دادی شکست خورده هر فرف قابل تعملیه من باید این نکترم خدمت شما عرض بکنم که در قبال ایران هم همینه ها وقتی شما در قبال عراق وقتی شما در قبال سوریه وقتی شما در قبال پاکستان دست به موشک ببری یعنی دیپلماسی کس خورده دیگه که تو چاره نداشت جازی که بری سراغ موشک سرزنش این دولت هم نیست دولت قبل همین بوده دولت قبل همین بوده شما با ملت ها بلدی صحبت بکنی بری توی کشوری حضور پیدا بکنی از دلش مثلا محور مقاومت را بنسید موشک داری پهباد داری در حوزه دیپلماسی در حوزه دیالوگ با دیگر کشورها هم باید اینو یه فکری براش بکنی من محدودیت های ایران رو میفهمم ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که همسایه هایی داره که بخشی از حکامش دست نشانده هستن وقتی شرایط این شکلی باشه بدیهی هست که با تو با دیالوگ و با گفتگو و با حرفهای از این دست ممکن به نرسی ولی به این نکته که داره میگه ما هم باید روش تحمل داشته باشیم اگر میخوایم در این منطقه به شکل ویژه‌ای بازی خودمون رو پیش یک تفاوتی هم البته بین ایران و آمریکا هست من باید بهش اشاره بکنم وقتی اینجا داره میگه که سیاست های آمریکا در منطقه شکست خورده و مجبور شده دست به حمله ببره من ایران اگر همچین رفتاری در عراق داشته باشم در سوریه داشته باشم در پاکستان داشته باشم ازم به اصطلاح خودمون بعید نیست عجیب نیست به خاطری که من ادعا نداشتم که خفن ترین دیپلماسی و سیاست رو در منطقه دارم که ولی تو ادعا میشه که یک ابرقدرتی هستی یک قدرتمندی هستی کسی رو حرفت نباید حرف بزنه و یک نظمی رو تعریف کردی الان به خودت اومدی میبینی هیچ کدوم از اینها نیست و تو مجبور شدی وارد تنش بشی ادامهش رو بریم با هم بررسی کنیم میگه این واقعیت که ببخشید این واقعیت که ایالات متحده با حمایت انگلستان مجبور به استفاده از زور در پاسخ به حملات یمنی ها شده نشان دهنده واقعیتی ناخوشایند است نشان میدهد اهرام سیاسی واشنگتن رو به کاهش و دیپلماسی آن ناکارآمد و اقتدارش تحقیر شده حالا یمنی ها بدون حراس قول دادن که حملات را ادامه بدهند کمون که ادامه هم داده این تشدید شدید تنش که بی پایان هم بوده واقعیت خوشایند دیگری را هم برجسته می کند و آن واقعیت این است که در حال حاضر قدرت مسلط در خاور میانه دیگر ایالات متحده مصر متحد غرب عربستان سعودی یا حتی اسرائیل نیست این متحد اصلی حوسی ها یعنی ایران است که حرف اول را میزند صحبت از برندگان و بازندگان در میان کشتار وحشتناک غزه که حوسی ها میگویند باعث شروع کارزار آنها شده آسان نیست با این حال از نظر استراتژیک روشن است که چه کسی در این بحران پیشروی میکند با نبر توسط نیابتی ها جایگاه ایران با هر موشک حزب الله بمباران عراق و سوریه و پهپادهای یمنی ها در حال تقویت شدن است میگه اون چیزی که ما داریم در میدان میبینیم تو هر کاری میکنی هر اقدامی داری انجام میدی به هر شکلی بازی رو پیش میبری خروجیش به نفع این, این داره میدان رو آقا چه خبر از غزه آقا مستشاره ایران چه خبر آقا میگن که مثلا فرمونده های مقاومت رو زدن آقا اسرائیل علیه ایران داره اقدام انجام میده ایران مرد حسابی من معماری منطقه رو عوض کردم من چهل سال مدل بازی رو توی منطقه عوض کردم گاردین وقتی میاد گزارش می میگه اینجا دیگه حرف اول آخر ایران تو در برای چی داری با من صحبت میکنی اگر می بینید امروز در بین وطن فروش های ما حتی بعضی ها میان میشنن درباره این منطقه صحبت میکنم در اوج ناامیدی هستن علت همین علت همینی هست که اینجا داره بهش اشاره میکنه بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم داره اشاره میکنه به تلاش هایی که جو بایدن انجام داده به جهت اینکه بتونه این بازی رو مدیریت بکنه میگه با این وجود این تلاش ها به نتیجه نرسیده بعد میگه که افکار عمومی از آمریکا دور شدن نگاه منفی بهش دارن حالا به نظر میرسد سیاست های خاورمیانه بایدن قدیمی و بی به اتفاقاتی هست که داره رخ میده میگه یه واقعیت ما باید بپذیریم ما امریکایی ها هرگز در جهان عرب محبوب نبودیم و به عنوان یک شر ضروری تحمل میشدیم دیگر نیازی به تحمل ما نمیبینن و احساس میکنن که باید بازی را عوض بکنن این جمله خیلی جالبه میگه و الان در حالی داریم با هم صحبت میکنیم که ایران غیر عربی الان در صندلی راننده خاور میان است میگه آمریکا از اول بین اینها منفور بود آقا چرا توی منطقه داری آمریکا رو فوشش میدی تو چل سال خسته نشدی از این پرشمایی که آتیش زدی از این مرگ برام آقا من درست دارم بازی میکنم به حضرت عباس درست دارم بازی میکنم به پیغمبر درست دارم بازی میکنم یه خورده صبور باش امروز رو میبینی امروز بعد از این چهل سالی که همه سرزنشم هم کردن اتفاق افتاده میگه اینا توی منطقه منفور بودن ببین حرفی که اجازه خیلی قابل تعاملیه میگه ایران غیر عربی میگه این منطقه یک منطقه ای است بخش قابل توجهش کشورهای عربی ان 20 چند تا کشور عربی ان 20 چند تا کشور مسلمان میگه اونی که الان رو صندلی راننده نشسته ایرانه اینا هم باش مشکلی نداره از دستش عصبانی هم نیستن موشک هم ساخته پهپاد هم ساخته هیچ کدوم نگران نیستن چرا چون نه عربستان تهدید میکنه نمیتونه تهدید بکنه من تهدیدی برای کسی نیستم توی منطقه اسرائیل داره تهدید میکنه من با این مشکل دارم آمریکا داره تهدید میکنه من با آمریکا مشکل دارم من پر بقیه از ساختم اینا رو برای یمن ساختم که اگر خاص از فلسطین دفاع کنه دستش خالی نباشه برای لبنان ساختم برای دیگران ساختم بقیه هم کنارم قرار بگیرن همینه میگه چون ایران این مدلی داره بازی میکنه اینا هم اینو فهمیدن ملت ها باش همراه اون الان روی صندلی راننده در این منطقه نشسته بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم چند تا نکته رو میاد دونه تیتروار مطرح میکنه اینا خیلی جالبه میگه که اولا یک شکست راهبردی برای اسرائیل اتفاق افتاده 7 اکتبر زنگ بیداری این زده شده و حرفی که رهبر ایران مطرح شد مطرحه دقیقا شکست راهبردی بود جالب گاردین اینجا داره دقیقا به همین اشاره میکنه میگه البته توی اسرائیل سیاستمدارای تندرویی هستن اینو درکش نمیکنن میگه نسل کشی به راه انداخته این فاجعه دومی که اتفاق افتاده افکار عمومی رو علیهش کرده بعد میگه توی انگلیس سفیر عربستان اومده مصاحبه کرده با بیویسی و سفیر عربستان گفته که اینا دیگه نباید که گروه خاص تلقی بشن میگه عربستانی که میخواسته بره بشینه با اینا گفتگو بکنه الان سفیرش میاد میگه شما با اینا یه جوری رفتار میکنید توی دنیا که انگار اینا خونشون از همه رنگین‌تر اینا نباید این باشن همون مصاحبه رو داره میگه که سفیر عربستان کلی چرت و پرت گفتا یعنی یه چیزایی گفت اینا همه علیه مقاومت بود نظر من ولی توی صحبتش اینا وقتی نگاه میکنم میگه این رگه هایی از واقعیتی که اینا حالشون دیگه از رژیم به هم میخوره و دقیقا مبتنی بر آن چیزی که ایران میخواهد دارن پیش میرد میگه در ادامه ماجرا اون چیزی که داریم میبینیم ایران تونسته با کمک پکن تحریم ها رو دور بزنه هر ماه میلیون ها بشکه نفت خام بفروشه و همه اینها برای حکومت ایران داره رخ میده حکام ایران سه هدف اصلی در سیاست خارجی خود داشته و دارند. هدف اول آنها بیرون راندن ایالات متحده به عنوان دشمن شیطانی خودشان بوده، حفظ برتری ای براشون اولویت بوده و تقویت اتحادهای کلیدی که با چین داشتن و روسیه داشتن. میگه یه هدف دیگه هم داشتن نابودی اسرائیل، میگه اینا اهداف ایران بوده. و حالا اون چیزی که داریم میبینیم اینه یک شبکه نیابتی از چه نظامی ها به عنوان محور مقاومت در فاصله دو بازوی قدرت ایران دارن همین رو پیش میبرن نظرات در مورد اینکه آیا یمنی ها توسط ایران آموزش دیده و مسلح شدن و, و از دستوران آن پیروی میکنن یا خیلی متفاوت است برخی تحلیلگران بر این باورند که ایران کنترلی بر متحدان یمنی خود ندارند و حزب الله لبنان نیز میگوید که از نظر عملیاتهای خود خود مختار است فکر میکنم پاسخ این سوالت خیلی واضح باشه آیا ایران در کارهایی که آیا ایران در ارتقا دادن اینها نقش داشته صد درصد از چی انکار بکنم چی انکار بکنم قطعا من در اینها نقش داشتم مگه کار بدی کردم کجای دنیا نوشته من بر سه قوانین بین دارم رفتار میکنم پهباد من در فلان کشور آفریقایی دیده شد خب آقا من اجازه خرید و فروش سلاح دارم دیگه کسی ممنوع که نکرده که آقا گلوله مثلا ایران در فلان دیده شد تاریخش هم این از فلان کارخونه اومده آقا اجازه خرید و فروش دارم دیگه محدودیت نیست که مگه ای تو این همه به عربستان سلاح نفروختی 9 سال 25 هزار تا حمله هوایی کرد علیه یمنی این همه بچه کشی شد اونجا اصلا کسی اعتراضی نکرد تو خودتو تو سلاح فروش میدونی دیگه میگی مشکل نداره من مشکل ندارم من دارم بر قانون عمل میکنم قوانین دنیا اگر چیزی هست که من نباید رعایت می‌کردم بگید من بدونم نه اینکه کسی رو تقویتش بکنم سلاح بفروشم کمک بکنم اینها از نظر قوانین بین هیچ اشکالی نداره ولی آیا بر اساس آن چیزی که من میگویم عمل میکنن خیر البته باید پذیرفت که یک درک مشترکی با من پیدا کردن اون درک مشترک کمک میکنه جاهایی کارهایی بکنه که حالا شما وقتی نگاه میکنی میگه احتمالا در راسته منافع ایران تعریف میشه بله در این شکلی نیست بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم میگه یک مسئله مهمی که نمیشه انکارش کرد اجازه من این بخش رو ببینم بله بله میگه یکی از چیزهایی که نمیشه انکارش کرد و باید بهش توجه داشت اینه که ایران یک هوشیاری رو به خرج داد و اون هم مربوط هست به زمانی که ما رفتیم صحبت کردیم با ایران گفتیم که رقبای تو در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میخوان بیان با تو روابط دیپلماتیک داشته باشن و عربستان میخواد بیاد روابط رو با تو روابط خودش رو با تو احیا بکنه میگه ایران همچین کاری رو انجام داد ایران اومد پذیرفت که با اینا گفتگو داشته باشه نرد عشق به اینها نباخت و تهران ثابت کرد که حاضر با اینها گفتگو بکنه چین رو هم به عنوان میانچی ورداشت آورد میگه جنگ و پیامدهای آن این باور را در پکن و مسکو متولور کرد که رهبری جهانی ایالات متحده پس از دونالد ترامپ در حال, در حال عقب نشینی است و نظم بین المللی مفتنی بر قوانینی که واشنگتن برای نظارت دارد برای تغییر و جایگزینی آماده شده میگه همه اینها رو وقتی گذاشتن کنار هم اولا فریب داد ایران اینا فکر کردن تو مسیر گفتگو و دیگه با مسئله منطقه کاری نداره داشت یارانش رو مسلح میکرد بعد برای اینا نقش تعریف کرد اینا هر کدوم خواستن توی منطقه ای نقش بکنن همراهی کرد حالا اینها به جایی رسیدن که احساس میکنن نظم منطقه به حاشیه نظم دنیا نظم آمریکایی دنیا به حاشیه رفته به یک نظم جدیدی در پیش می باشد این بخشی از آن چیزهایی هست که این روسا داره درباره ما گفته میشه مفصل اومده درباره همکاری های ایران و چین و روسیه توضیح داده گفته البته اون چیزی که ایران و روسیه دارن پیش میبرن بیشتر در حوزه نظامی بعد گفته در صدر همه این اتفاقات طبق گزارش ها یک برنامه غنی هم داره مربوط به سلاح هسته‌ایشه که با سرعت داره پیش میبره و ادامه ماجرا من ازش عبور میکنم اینها رو نمیخوام بهش بپردازم فقط یک جمله به عنوان جمله انتهایی نه از خودم از گزارش روزنامه گاردین میخوام برای شما بخونم پس از 45 سال تلاش ایران سرانجام قدرت بزرگ منطقه شده است تحریم ترد و تهدید علیه تهران کارساز نبوده ایالات متحده انگلستان و اسرائیل با یک رقیب قدرتمند روبرو هستند که بخشی از یک اتحاد جهانی مسلسی است که توسط نیروهای مسلح قدرتمند و قدرت اقتصادی حمایت می شود یک رویکرد دیپلماتیک جدید برای جلوگیری از یک درگیری گسترده تر ضروری است این منطقه ای که ما داریم می این شکلی هست. الان دیگه ما با ایرانی روبرو هستیم با قبل از 45 سال پیشش هرگز قابل مقایسه نیست این حرف من نیست این حرف گاردیانه ایران با قبل از 45 سال پیشش هرگز قابل مقایسه تحریم شدن ترد شدن تهدید شدن باعث شده که ایران قدرت منطقه‌ای بشه باید بریم بشینیم در حوزه دیپلماتیک راهی پیدا بکنیم با این ایران مشکلاتمون را حل بکنیم این آن چیزی هست که امروز دارن درباره ما میگن من نکته دیگه ندارم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای ما بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه ایران و پول پل ارتباطی بنده با شما اگر موافق باشید بریم یک نمونه از پیام های دوستان عزیز رو با هم بخونیم برمیگردیم نکاتی دارم اصلا کرد سلام آقای تحلیلگر عزیز عرض خسته نباشید دارم براتون امروز یه خبری شنیدیم راجع به رد صلاحیت آقای حسن روحانی رد صلاحیت که حقشون بود ولی ما مردم ایران به عنوان زیان دیده همه مردم ایران من نه تنها کشر خودمون کشر ضعیف جامعه بلکه کشور متوسط و کشور مرفه هم کمی حتی مثلا هممون خواستار محاکمه آقای حسن روحانی هستیم چون خیانت هایی که حسن روحانی به مردم ایران کرده واقعا غیر قابل بخششه حالا کل لباس که صد درصد باید بشه لطمه آقای حسن روحانی لطمه به جامعه روحانیت شما حضرت آقا رو تو اون لباس میبینی حسن روحانی هم تو اون لباس داری میبینی این یه بی احترامی به حضرت آقاست موضوع دومش هم که من فکر میکنم حداقل مجازاتی که برای آقای روحانی میتونیم در نظر بگیریم حداقل شب زبده چون مشخصا ایشون خب بخشی از پیام شما رو شنیدم از شما تشکر میکنم جسارت کردم عذر میخوام از شما مجبور شدم اینو قطعش بکنم چون ممکن هست یه سری از نکاتی که در ادامه میگید هرچند قابل تعامل هر ارزشمنده ارزشمند هر ما با بخشش کاملا موافقم دوستان من احتمالاً اینو در روی من میدونن ولی بعضی ممکن است بار حقوقی داشته باشه بخاطر این من مجبور شدم صحبت ها رو متوقف رو کنم همونطور که شما پیام دادین و خیلی های دیگه پیام دادن و من توی کامنت ها هم میدیدم بسیاری این روز ها از خبر شنیدن رد صلاحیت آقای روحانی خوشحال هستند شاید دوستان غربگر من ناراحت بشن ولی واقعیت این هست که بخشی از جامعه اگر ایشون تایید صلاحیت میشد نسبت به تایید به صندوق رای و چیزهایی از این دست ناامید میشد و به این جمع نیست که سرکاری همه سرکاری 8 سال رئیس جمهور بود بعد اومدن گفتن چند سال هزار تا امضا جمع شده فلان شده فلان شده, شده. بعدم کاندیداشو دوباره برای خودش یه نکته ای رو گفتین و اون نکته این بود که باید روحانی محاکمه بشه ببین من خطاب به همه دوستان میگم که همچین حرفی رو میزنن و همچین نگاهی دارن اگر رفقای عزیز شما بر همچین باوری هستین که این آقا باید به خاطر کارهایی که کرده محاکمه بشه من باید خدمت شما عرض بکنم چقدر تلاش کردید در افکار عمومی محاکمه بشه آقای روحانی در چهار سال گذشته در افکار عمومی چقدر محاکمه شد آقا دادگاه ولش کن تو افکار عمومی چیکار کردین برای اینکه افکار عمومی مثلا بفهمد روحانی خوب بوده است یا بد بوده است اگر در افکار عمومی محاکمه شده بود به ذهنش میرسید کاندیدای ریاست جمهوری بشه همچین کاری میکرد به همچین چیزی فکر میکرد اینجا یک ضعفی وجود داره اینجا یک ایرادی وجود داره نه در قبال آقای روحانی در قبال هر کسی که فکر میکنید ممکن هست ضعفی داشته و جامعه باید نسبت بهش آگاه بشه و اون ضعفی هم که ما داریم ناکارآمدی که ما داریم اینه که نسبت به افرادی از این دست نسبت به کسانی با داستانهای مشابه هیچ وقت به جهت آگاه کردن جامعه به جهت روشنگری به جهت اینکه ایرادهایی که بوده است ضعفایی که بوده است ببینید در حوزه سیاست خارجی حالا یک بخشش داستانهای داخلی یک بخشش اقتصادی یک بخشش حرفه از این دسته یک بخشش که ما داشتیم در شرکت کردیم. مسیری که من بر این باورم کسی هم ازش عبرت نگرفته اینا منتظر هستن دوباره افکار اون یک شرخشی بکنن از فرصت استفاده بکنن تو همون مسیر و تو همون داستان پیش برن من تو لیترش اگر نکته بود بس بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه خاک پای همه رفقا هستم مفصل درباره مجلس و داستان های این شکلی صحبت خواهیم کرد خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر